سلامی چوبوی خوش آشنایی درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره در برنامه های ایران فردا درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک یک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک برنامه امشب چهارشنبه ششم تیر ماه ایرانی برابر با 26 جوان 2024 میلادی رو با هم مرور می‌کنیم ترکیبی هم نگاهی بر مطبوعات چاپ تهران داریم که تماما انتخاباتی است و هم البته بایستی به خود انتخابات هم نگاهی داشته باشیم قبل از اینکه بخوام به آخرین دور مناظرات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نگاهی داشته باشم اظهارات آیت علی خامنه‌ای قابل تعمل بوده و بسیاری از روزنما با آن پرداخته بودن در جمع به تبیری عید قدیر اولا خود عید قدیر رو بگم که عید برگزیده شدن امام چهار... خلیفه چهارم مسلمین یا به تعبیری امام اول شیعیان علی ابن ابی طالب بوده که ایشون توسط پیامبر مسلمین به عنوان اینی که روایت شیعیان هست به تعبیری به عنوان خلیفه امر یا چه میدونم ادامه دهنده راه محمد پیامبر مسلمین انتخاب میشه دیدم خیلی مهمونی میگفتن کلمه مهمونی میگفتن مهمونی های کیلومتری الان شما سنهایی از اون رو میبینید خیلی برای من جالب توجه بوده در تهران علا رقمی که تبلیغات وسیعی که میکردن شما عملا صف کیلومتری و میلیونی که اینو میگفتن و ما نمیدیدیم اتاقک ها و چایی خانه های سلواتی و حالا آب میوه و ساندیس و چیزهایی که در نظام جمهوری اسلامی باب شده میدهند اینها بوده تا چشم کار میکرد هم از این حیعت ها و اتاقک های بین راهی ساخته شده بود اما مردم رو نمیبینید و اینجا اون نکته است که به دفعات اشاره میکنم هزاری هم رهبری جمهوری اسلامی و مقامات جمهوری اسلامی تلاش کنند که به تعبیری عید قدیر و عید قربان و عید مسلمین و عید غیر ایرانی رو بخوان به مساوی عید اول به جامعه ایران تحمیل کنن ملت نمیپذیره حالا پول بدن شش گرم طلا بدن تمام خیابان رو به قول خودشون میلیونی و کیلومتری به آجیل بدن و آزین ببندن میبینیم که من در تصاویر میدیدم اتفاقا مردم مردمی هستند که بخششون در در جنبش زن زندگی آزادی خیلی سریح شعارشون علیه ارکان و آرمان نظام فقها دادن و عید قدیر عمدتا خانش قدرت آفرین برای ولی امر مسلمین در تهران هست خب به این روزنامه های رو نگاهی داشته باشیم و بعد از روزنامه ها من دیدگه های آقای خامنی رو اشاره داشته باشم که خیلی سریح اما غیر مستقیم بدون ذکر نام به آقای پزشکیان هشدار میداد تذکار و انذار میداد که مبادا از نیروهای به تعبیر ایشون دیپلماسی التماسی مثل ظریف ها بخوای استفاده کنی خیلی قابل توجه بوده علی خامنه ای روز سه شنبه پنجم تیر در همین سخنرانی که اشاره کردم برای عید قدیر بوده البته خود در آستانه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بوده خیلی آشکار بر مخالفت با آمریکا تاکید داشت آقای خامنه ای نامزد اسلحه رو کسی دونست که به پیشبرد این سیاست کمک کند او اعلام کرد بر مشارکت بالا در این انتخابات اصرار دارد و اینجا اون رمزگشایی همیشگی من هست که اصلا اجازه ورود به آقای پزشکیان با اذن خود آقای خامنه‌ای بوده برای همون تحقق اصرار بالا و مشارکت بالا علاوه بر اصرار به مشارکت بالا در انتخابات خامنه ای بدون ذکر نام خاصی گفت بعضی از سیاسیون در کشور ما تصور می کنند باید آویزان به این قدرت و آن قدرت بشوند و بدون آویزان شدن به فلان قدرت معروف و بزرگ نمی شود پیشرفت یا خیال می کنند که همه راه های پیشرفت از آمریکا میگذرد. او افزود آن کسی که دلبسته یا آمریکا باشد و تصور کند که بدون لطف آمریکا نمی شود قدم از قدم برداشت برای شما همکار خوبی نخواهد بود او از ظرفیت های کشور استفاده نخواهد کرد و خوب مدیریت نخواهد کرد سراحتا داره واقعی ظریف میگه به پزشکان میگه که ایشون برای شما همکار خوبی نخواهد بود حالا اینجا اینجاست که من انتقاد حد اکثری دارم به جریان های اصلاحی یعنی واقعا آقای ظریف متوجه مطلب نیست که اینگونه خودش رو خرج یک موضوع و ماجرایی میکنه که انتهاش معلومه حتما باید نهیب بشنوی شما که تجربه دو دور کار کردن رو داشتی به قول خودت کسانی نگذاشتن خود ظریف میگه برجام پای بگیره به تعبیر خود آقای ظریف جریاناتی در برون مرز مثل اسرائیل و تونروها در امریکا مخالفت میکردن و جریانات تونرو در داخل آیا جریان تونروی در داخل منبع قدرتگیریشون رو نمیشنسی؟ چرا پس به دروغ از رهبری جمهوری اسلامی اعتبار میافزایی و اعتبار میگیری مبنی بر اینکه خطاب به جمعی دیگر میگفت که شما طرفداران واقعی آقای خامنی نیستید طرفداران واقعی آقای خامنی همینا هستن آقای زاکانی آقای کریمی قدوسی شما نمیخوای متوجه باشی آقای ظریف صریح و آشکار داره میگه که کسانی که دنبال گشایش و تعامل با دنیای غرب هستند و ایالات متحده رو به عنوان یک قدرت برتر جهان میشناسند همکار خوبی برای شما نمیتوانند باشند به پزشکیام داره میگه به درد داره میگه به دیوار شما بشنوید همون گونه که اشاره کردم رهبری جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خواهان مشارکت بالا در انتخابات شده بود و گفت که وارد میدان شدن مردم معنایش این است که جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه جمهوری است و زبان دشمنان کوتاه می شود اما حرفی که دائم این جانب دارم تاکید و تکرار می کنم اینها فقط مقداری و میزانی رأی میخوان بالای 50 درصد درصد بشه و در مسائل چانزنی با دنیای غرب هم امکان چانزنی بیشتر رو داشته باشن و بر مشروعیت خیش تأکید کنن تمام هدف آقای خامنه ای این هست که متاسفانه جریان های اصلاحی کلاسیک حیزم این تنور منویات آقا شدن در سالهای اخیر مشارکت شهروندان خب آگاهی دارید بسیار پایین اومده کاهش چشمگیری داشته و خامنه گفته که در هر انتخاباتی که مشارکت کم بوده زبان ملامت دشمنان جمهوری اسلامی و حساد جمهوری اسلامی دراز شده و ملامت کردن یعنی حاسدان حسد خیلی کوتاه ببینیم آقای خامنه بخش سخنانش رو گوش بدیم چون من میبینم کیهان هم حالا کیهان هم که گفتم ببینیم کیهان که روزنامه تحت امر رهبری جمهوری اسلامی است به نقل از رهبری ایران در عید موسوم به قدیر گفته که جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد سرنوشتش رو دیگران بنویسند همه آن چیزی رو که کیهان برجسته کرده بود به نحوی از آنها لحن ناقدانه ای بود که آقای خامنه ای نسبت به دولت روحانی داشته جایی گفته که هر کس علاقمند به ایران قوی است باید در انتخابات شرکت کند حالا عبارت ایران قوی هم ایشون برای دولت آقای رئیسی به کار برد جایی با ستایش و تمجید و تکریم دولت رئیسی گفته اگر دولت 13 ادامه میافت احتمال زیاد میدادم بسیاری از مشکلات اقتصادی حل شود رئیس جمهور فقیدمون به منای واقعی کلمه اعتقاد داشت شهید خدمت رئیسی عزیز به منای واقعی کلمه من خب از سابق که میشناختم ایشون رو در این دوره سه ساله ریاست جمهورشم هم که با من مرتبا با ما دیدار و ملاقات داشت کاملا محسوس بود خودشون خودش خوب میدونه که اصلا دولت 13 برنامه اقتصادی نداشت اصلا جناب آقای رئیسی اقتصاد رو نمیفهمید ایشان افزود اسلح کسی است که در درجه اول به مبانی انقلاب و نظام و به این راه اعتقاد قلبی و واقعی داشته باشد کوتاه بشنویم و از در یعنی چه کیه اصلا اون کسی است که در درجه اول به مبانی این انقلاب و این نظام اعتقاد قلبی و واقعی داشته باشه علا بصیرت و علا یقین همدور که از کلمات امیر المومنین عرض کردیم به این راه اعتقاد داشته باشه این خود این حرف یعنی بین این شش سالهی که شورای نگهبان تایید کرده میتونه کسانی باشند که اعتقاد قلبی و واقعی نداشته باشند خود این حرف بدیم معناست که اگر فاکتور بگیریم نامزد اصلاح طلبان رو که ناهمسویی داره با جریان آقای خامنه ای خب متوجه آقای پزشکیان خواهد شد البته آقای پزشکیان هنوز خودش رو اصلاح طلب نخواند و ننامید فقط جریان های اصلاح طلب از ایشون دارن حمایت میکنن ایشون خودش رو اصلاح طلب نمیدونه ایشون خودش رو حتی باورمندتر عمیقتر نسبت به آرمان انقلاب میدونه از این منظر هم اظهارات آقای خامنی لزوما متوجه ایشون نمیتونه باشه اما پیام پنهان همین میتونه باشه چون اون پنج شش تا دیگه که اینگونه نمیتونن باشن جمهور فقیدمون به معنای واقعی کلمه اعتقاد داشت شهید خدمت رئیسی عزیز خب اینجا یه کده که رئیس جمهور فقیدشون به معنای واقعی اعتقاد داشت کس آقایان قالیباف و جلیلی و اون دوتا پوششی هم مثل زاکانی و غازی حاشمی هاشمی اونها هم خودشون رو ادامه راه رئیسی میدونن اما آقای جلیلی بالاترین میزان نزدیکی و استفاده معنوی و تبلیغاتی رو از مرگ آقای رئیسی داره میکنه خب پیشتر هم گزارش هایی بوده که بین تیم قالیباف یعنی دو زل حلقه خراسان آقایان رئیسی و آقای قالیباف همسوی حد اکثری نبوده و این سعید جلیلی که خودش رو در سایه سار دولت تعریف می کرد حد دولت سایه تشکیل داد و اصلا خودش رو محق می دانست یعنی بهترین گزینه برای ادامه راه آقای رئیسی می دونه. این کد دادن آقای خامنه ای با اون اجماعی که من اشاره می کنم برای آقای جلیلی در یه جاهایی داره صورت میگیره باز قابل تعمل می هرچند تا اینجای کار که سخن میگم عمدتا نشانه ها حکایتگره همت و اراده همه جانبه برای برکشاندن آقای قالیباف هست کوتاه من چند روزنامه رو نگاه داشته باشم روزنامه هفت صبح آقایان زنگنه و آقای آخوندی رو دوتا از وزرای دولت های پیشین دولت های روحانی و اصلاحات رو نشون داده زده نور صحنه برای جنرال های هاشمی درباره کنشگری منحصر به فرد سیاست مدارانی که زبان تندوتیزی دارند و اغلب مدیریت رو در دولت اول یا دوم مرحوم رفسنجانی آغاز کردن حالا موضوع چی بوده خیلی کوتاه بگم در یکی از این مناظرات آخر آقای زاکانی و آقای قاضی زاده هاشمی که ایشون گفت نوچه آقای زنگنه گفت اینها به مسئله کرسنت اشاره کردن و آقای زنگنه جوش آورد خیلی با لحن و ادبیات تندوتیزی گفت که شما بیاید با من مناظره کنید فرانی نوچه هست و مسئله از این دست آقای آخوندی هم یک مطالبی رو گفته که الان گفته اصلا خود همین یعنی خیانت یعنی فاسد اصلا خود این یعنی فساد مردم میگن شما اگر انسان های صالح و درستی بودید برای مسئله فرودگاه بینومدلی خمینی به تعبیری و مخالفت هایی که توسط دیگران صورت میگرفت همون زمان بگید چرا نگر میدارید این رو این پنهانکاری حکایتگر اینی که پشتوانه مردمی رو خودشون از دست میدن روزنامه اعتماد به بیانیه آقای خاتمی اشاره کرد که شما میبینید به دکتر مسعود پزشکیان رأی خواهم داد خاتمی در بیانی خودش نکاتی رو گفت که قابل تعمل بود اتفاقا من یه سخنانی در کلاب هاوس داشتم اونجا واکاوی کردم الان یک اشاره کوتاه میکنم اول ببینیم چه میگه خاتمی می در تازه ترین پیام خودش ضمن تایید فاصله بسیار انتخابات با انتخاباتی که حقوق شهروندان رو تأمین و مسئولیت حاکمان برابر مردم رو تثبیت کند گفت در آن شرکت کرده و به پزشکیان که پاک دست و پایبند آرمان های انقلاب است رأی میدهد او افزود براندازی برای ایجاد تغییر ممکن و مطلوب نیست خود خاتمی میگه میگه این انتخاب پزشکان رأی میدن به خاطر پاک دستیش به خاطر اینکه به آرمان انقلاب اعتقاد داره نکته جالب توجه دیگر آنکه که سریعا یک پیامی هم به جریان های انقلابی ایرانی نست جدید میده که براندازی لزوما ممکن و مطلوب نیست در جنبش زن زندگی آزادی هم این رو گفت همین حکایتگری اینی که بسیارانی که مشارکت نمی کنند ایشون دریافت که میل به سرنگونی و انحلال نظام دارند و بدین روی بود که آقای خاتمی داره به این بخش پیام میده که دل خوش نکنید به براندازی چرا که نه ممکنه نه مطلوبه هرچند خودش اینو از میکنه که میدانم فضای انتخابات هم. فضای مطلوب و تثبیت حق مردم نیست اما در همین نسبیت به آقای پزشکیان رأی میدم آقای خاتمی گفته جامعه بحران زده ما بیش و پیش از هر زمان نیازمند اصلاح، تغییر و تحول ساختار، روی کرد و رفتار در عرصه حکم روایی است. تغییر و تحولی مبتنی بر باور و کرامت انسان که در عرصه اجتماعی در حق حاکمیت مردم بر سرنوشت بروز و ظهور می کند. تغییر و تحولی در جهت رفع نیازهای مردم و بخش های مختلف جامعه که هر کدام به نوبه خود از جهتی در تنگنا و رنج به سر میبرند این تغییر و تحول با براندازی که نه ممکن است و نه مطلوب حاصل نمی شود همان گونه که روی کردها و رفتارهایی که به خود برندازی می انجامد نیز کمتر از براندازی دردناک و خسارتبار نخواهد بود اینجا یک نیش دو سویه زد هم به حاکمیت هم به جریان منتقد جمهوری اسلامی نکته که خیلی کوتاه میخوام در رابطه با بیانی های خاتمی اشاره کنم خاتمی بله یه عده معتقدن که با ورود ایشان مثلا یک جمعی هم میان و پزشکیان رعی میدن اساسا خاتمی اون بستر رعی آوری و رعی ریزی رو دیگه نداره اصلاحات لزوما در افراد خلاصه نمیشه اصلاحات یک گفتمان هست معلفه های حامل های گفتمانی و مقوم گفتمانی پایان پذیرفته در حوزه اصلاحات مردم پیشروتر و پیشگامترن اینها رو میخونند مردم میدونند که آقای خامنی داره اینجوری صحبت میکنه روی سخنش با ظریفه ولی ظریف میخواد با ظرافت به تئوری بقا به هر قیمت میاندیشه بخشی از این کرد و کار ب... طبقه اصلاح طلبان برای بقا برای حفظ ایمنی هم هست و هر روی اینا در تیررس حضب های فیزیکی هم هستن جمهوری اسلامی یک جوری پیام به اونها داد که ما شما رو در حد ملی مذهبی ها نگر میداریم تحملتون میکنیم اما به باز آمدن قدرت نیندیشید اینجاست که دوباره به ریزش پایگاهشون منجر میشه این بیانیه دادن این مشارکت آفرینی ها از سوی مردم نفی میشن دفع میشن چرا که مردم گلایمندن که چرا شما خودتون رو هیزم و هزینه نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی میکنید در هر روی بخوام در یک سطح جمع بندی کنم آقای خاتمی حتی اگر مشارکت بالاتر هم بره اینها تصور کنن که مردم به نامزد اصلاح طلبان رأی میدهند این قیاس قیاس معالفارق انتخابات کنونی 76 و 88 و 92 نیست حتی 96 هم نیست انتخابات کنونی ادامه قهر قاطعانه و هوشمند شهروندان از اسفند 98 به این سو هست بدین روی اشخاص نمیتونن به دمیدن آرا و افزایش آرا کمک کنند خب من وقتم داره با شتاب حد اکثری بالا همینجور که صحبت میکنم چند تا روزنامه رو بخوام نگاه کنم روزنامه آرمان ملی رو میبینیم که خب به بیانی آقای خاتمی اشاره کرده عکس آقای پزشکیان رو هم برجسته در صفحه یک نشانده شما میبینید خیز ظریف پزشکیان برای پاستور که در این تیت خب دو تا واژه معنای خاص داره خیز ظریف پزشکیان یعنی یک سری کارهای ظرافتمندانه ای کرده که انگار برنده نهایی خودش هستش ضمن که استفاده از واژه ظریف میخواد اشاره کنه که آقای ظریف هم یک ظرفیتی داشت و ایجاد کرد و این دو در کنار هم میتونن به سمت راهیابی آقای پزشکیان به پاستور موفق باشن آقای پزشکیان صدر همه روزنامه های چاپ اصلاحات هست سازندگی رو میبینیم که با تکواژه دروغ نمیگویم سعی می کرد وعده های پوشالی رقبا رو زیر سوال ببرد جایی گفته که مسعود پزشکیان سراحتا به مردم اعلام کرد اگر رئیس جمهور شود به مردم دروغ نمیگوید و اگر نتواند کاری را پیش ببرد از ملت از خواهی می کند. اینجا خب تاکتیک غلطه دیگه اینجا اگر نتونه کاری پیش ببرد بایستی به ملت بگی که چرا نمی تونه. بایستی به موانع اشاره کنه و بایستی سراحتا به ملت بگی که چه کسانی نمیگذرند مافیا کی هست؟ بازوان قدرت کجا هست؟ اینها رو اگه بگه اون وقت سلامت به صرف دروغ نگفتن دال بر حقانی بودن نیست هنوز حفره هایی هست برای حقیقت را پوشاندن پوشاندن حقیقت خودش دروغ غیر پوشیده هست دروغ مستتر هست چرا که همه آقای خاتمیم خیلی دروغ نمی گفت اما همه ی حقیقت رو هم نمیگفت یا در یک زمانهای دیگری میگفت و فرصتها رو میسوزن بدین روی نمیتوان این رو یک بار ارزشی مثبت دانست الان روزانه هم میهن رو میبینیم که در همین گزارش به نقل از آقای پزشکان گفته دروغ نمی گویم و یه پوچ نمیدهم گردنم رو گرو میگذارم اتفاقا بعد نبود این بخشش رو میدیدیم به من میگه شو عوام فریبی میکنم من عوام فریبی میکنم خیلی از این شعارهایی که گفته میشه اصلا اجرا شدنی و یا در این وضعیت نمیشه اجرا کرد وعده میدیم عمل نمیکنیم مردم چرا از ما رو برگردوندن بنده همیشه مدافع مظلومین بودم همیشه بودم یک بار پیدا کنید از یه آدم گردن کلوف دفاع کرده باشم ولی مواقع خیلی زیادی بوده که سکوت شده ولی حق مردم رو تو خیابونها زایه کردن تو تظاهرات زایه کردن معلمه اومدن دم مجلس حقشون با باتون از اینا روزنامه جام جم در گزارش تحت عنوان فراخان برای سرفرازی ایران به, به قدیر و همینطور اظهارات تازه آقای خامنی اشاره می کرد و گفته که مردم به ولایت در بگفتن و روزنامه همشهری هم در گزارشی تحت عنوان یک یا علی تا ایران قوی سعی داشت به نحوی از آنها این گونه به مخاطبانش القا کنه که اظهارات آقای خامنه ای مشخصا معطوف به نامزدهای اصولگرایان هست و یه یالی بگید و دیگه خودتون تمامش کنید روزنامه فرهیختگان هم سه تا چهره رو برجسته کرده در صدر و سه دیگر رو در پایین که اینا همه در دنیای روزنامه نگاری و صفحه آرایی معنا داره آقای پزشکیان رو نخست گذاشته آقای قالیباف و آقای جلیلی که این دوتا, دوتا رقیب پایانی خواهند شد و سه گزاره پایینی هم که گزاره پایانی هستند و در گزارش تا روز تثبیت آرا به مناظره چهارم و پنجم نامزدهای ریاست جمهوری گفت و روزنامه وطن امروز در گزارش تحتمان یک انقلابی کارآمد به نحوی از آنها با این تک واجگان استنتاج معنا کرد که مثلا نگاه آقای خامنه ای به آقایان قالیباف و جلیلی هستش جوان هم با همین زمینه و مضمون سفرهایی شده و دیگر روز ماهی که شما دارید میبینید من وقتم متاسفانه عملا به پایان رسیده بیمیل نبودم که اشارت کوتاهی داشته باشم به گزیده های از آخرین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری که الان دوست دارم نشون بدم خیلی جالب بود الان شما دارید میبینید اصلا در خود این گزیده توسط رسانه های رسمی صورت گرفته الان میبینید آقای قالیباف رو اول آوردن آقای پزشکیان رو به نحوی از آنها در پاسختهی در سیما در چهره یک جوری مستاصل، یک جوری سراسیمه و آشفته حال نشون میدادن و همه نامزدهای اردوگاه اصولگرایی رو یک جوری قاطع تر و به تعبیری واجد برنامه نشان میدادن هرگز تنش و دعوا و جنگ نمیکنیم که توی دل مردممون رو خالی کنیم تا دل مردم رو بشکنیم هرگز قالی باش چنین کاری رو نخواهد کرد وقتی که سرپرست وزارت علوم دولت آقای روحانی با اون وضع فجی زنش رو کشت چرا رفتن ازش حمایت کردن هر جور شده رضایت گرفتن و حکم دادگاه رو برگردوندن او زن نبود اولین گامی رو که بنده خواهم داشت پرداخت یارانه طلایی است یارانه انرژی رو بین کل مردم عزیز ایران تقسیم میکنم به هر نفر به قیمت امروز 20 میلیون تومان در سال یارانه خواهد رسید و بنزین از 3000 تومان به همون 1500 تومان برخواهد گشت به من میگه شو عوام فریبی میکنم من عوام فریبی میکنم خیلی از این شعارهایی که گفته میشه اصلا اجرا شدنی نی و یا در این وضعیت نمیشه اجرا کرد وعده میدیم عمل نمیکنیم مردم چرا از ما رو برگردوندن این مجموعه ای از گزیده و خلاصه و اساری از آخرین مناظری بود که دیدم بسیاری از رسانه ها منتشر کردن تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدر.